تماشاگر با خودش چیز داره، بود داره دیالوگ. کجا بودی تو؟ ما یه دفعه مواجه میشیم با یه چیز جالبی، یعنی ما رو میندازه توی یه داستان، توی یه حادثه. سناریست خوب اینا رو مینویسه. دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه. با یک گزارش دیگه از شبکه رادیو تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در محل برگزاری کارگاه بازیگری جناب آقای عبدالرضا کاهانی حضور داریم و در خدمت مدیریت محترم مجموعه فرهنگی فنیکس برگزار کننده این کارگاه هستیم. جناب آقای گنجوی سلام، خسته نباشید. سلام، حال شما. امیدوارم حال شما و همه بینندگانتون خوب و خوش باشه. خیلی متشکرم، خدا قوت، خسته نباشید. هر جا که یک کارگاه فرهنگی یا یک بحث فرهنگی در تورنتو اتفاق میفته، نام فنیکس پشتش میدرخشه. ممنون و متشکر. به هر حال جامعه ایرانی تورنتو لطف دارن، تو این برنامه ها شرکت میکنن، از ما حمایت میکنن و این امکان رو به ما میدن که ما بتونیم این برنامه ها رو داشته باشیم. راجع به کارگاه بفرمایید، این کارگاه چطور برگزار میشه، شرایط برگزاریش چطور هست و چطور به فکر برگزاری چنین کارگاهی افتادید؟ خب این کار رو از خود آقای کاهانی داشتیم که آقای کاهانی در فکر ایجاد یه فیلم سینمایی در تورنتو هستن و برای این فیلمشون یه سری بازیگر رو احتیاج دارن برای نقشای فری. بعد صحبت که داشتیم باشون به نتیجه رسیدیم که یک کارگاه رو میتونیم در اینجا برگزار بکنیم و تمرینات مختلفی رو در این کارگاه با بازیگرا داشته باشیم و از دل اون با بتونیم یک سری بازیگر رو برای این فیلمی که میخوان آقای کاهانی در اینجا تولید بکنن در بیاریم. نمیگم بچسب به من، یه ندا به من بده، یه اینجوری کن. آخه من حواسم به تو بود، تو یه دفعه اصلا نمیدونم کجا رفتی، من اصلا تو ندیدم دیگه. حالا همه دیدن دیگه، حالا شده رونق. نه کات، تا قبل از اینکه دیگه حالا شده، ما به عنوان تماشاگر چیز جالبی داشتیم میدیدیم و میشنیدیم. دو تا آدم هم که نشستن دارن در مورد یه چیز حرف میزنن، ما خبر نداریم. فراموش کنید که ما به شما گفتم چی، ما خبر نداریم و تمام دیالوگا درسته. فقط اون دیگه بهش که مهم نیست، اون بد بود. دوباره از اول. خب دوستان، در خدمت یکی از کارگردانان به نام و بزرگ کشورمون هستیم که حتما با فیلم‌هاشون همه شما خاطرات خیلی خوبی دارید. جناب آقای کاهانی سلام عرض می‌کنم، خوش آمدگویی میگم، خیلی خوش آمدید به تورنتو. یک بار دیگه ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید راجع به کارگاهی که برگزار می‌کنید در تورنتو. سلام عرض می‌کنم به همه و خوشحالم می‌بینمتون دوباره. کارگردان بزرگ نیستم، ادای آدم های متوازه هم نمیخوام در بیارم و فکر میکنم که کارگردان بزرگی نیستم، همینجور حس درونیمه. الان آره مشغول دیدن لوکیشن پیش تولید فیلم بعدی، امیدوارم مشکلی پیش نیاد، کارا درست پیش بره، و ورکشاپ که آشنا شدم با دوستان جدید. مشغول این برنامه هاییم که بتونیم در پاییز یک کاری رو اینجا با کمک دوستان شروع کنیم. خیلی هم عالی. این کارگاهی که الان در حال برگزاری هست کارگاه بازیگری هستش. ممکنه در مورد نحوه برگزاری و اینکه چرا تصمیم گرفتید در تورنتو این کارگاه رو برگزار بفرمایید توضیح بدید لطفاً؟ بله، معمولاً بازیگر جدید که میارم برای فیلمان بعدن یه عده معترض میشن که چرا به ما نگفتین، چرا ما خبر نداشتیم. برای همین یه اطلاع رسانی، حالا در سطح نگسترده ولی یه اطلاع رسانی شد که کسایی که علاقه دارن که در سنین مختلف بازی بکنن، برای نقشه فرعی، چون نقشه اصلی که مشخص کیان،
انتخاب بشن. برای همین این شانس رو دادم به خیلی ها که علاقه مندن و میخوان که شانسشون رو آزمایش بکنن. و خب این در یک پروسه کارگاه بازیگری اتفاق میفته که هم در واقع کارگاه و آشنایی با بازیگری و البته کارگردانی سناریو نویسیه و هم اینکه مستعداشون اگر مناسب فیلم باشن از بین همون انتخاب میشن که ثبت نام کردن و علاقه دارن و حضور دارن در کلاس. واقعا من راضی بودم، از شهر ونکوور اومدم و ارزش رو داشت که بیام واقعا. یعنی شما که الان در این کارگاه شرکت کردین در حقیقت یه مرحله از تست رو قبول شدین؟ در واقع آره، چون اولش یه محدودیتی بود و باید رزومه میدادیم، حالا با یه سری هم صحبت تلفنی صحبت کردن و فکر کنم 35 نفر رو انتخاب کردن. برای من خیلی جدید بود، اصلا تا حالا بازیگری رو تجربه نکرده بودم، ولی خیلی تجربه خوبی بود، خیلی چیزا یاد گرفتم که اصلا نشنیده بودم تا حالا. چطور شد علاقه من شدید در چنین کارگاهی شرکت کردید؟ تبلیغ این کارگاه یه جایی دیدم، بعد به خودم گفتم که برم برای محک بزنم ببینم دوست دارم یا گرایش پیدا میکنم به بازیگری اینا یا نه، و خیلی برام چیز اولی بود، تجربه اولی بود. مثل اعضا میخوایی بشین؟ قبلش تا سر کوچه داری میخندی، به فرض که میپیچی میبینی عده عزادار با ایستادن با لباس مشکی حالشون گرفته است، میخوام سعی میکنی که یه ذره نزدیک بمون بشی، چون وقتی این رفتار رو بخوای خودت نشون بدی که پشت صورت هیچی نیست و سنگوار مهم نیستون عکس این اومده بیرون. کارگاه فرصت خوبیه که خودشون رو محک بزنن. ممکنه یه نفر احساس کنه خیلی هنرپیشه است، بعد از کارگاه به این نتیجه برسه که هنرپیشه نیست. این کلاس خوبیش اینه که آدم ها خودشون رو در یه فضای صادقانه میسنجن و میفهمن که این کاره هستن یا نیستن. به نظرم این امتیازیه که حالا این کلاس میتونه داشته باشه. کارگاه و من به خاطر این شرکت کم که از طریق سینه ایران با آقای کاهانی آشنا شده بودم و کاراشون، و اینکه به نظرم اپورتونیتی خیلی خوبی هستش که آقای کاهانی اومدن تورنتو و خیلی دوست داشتم شرکت کنم. خیلی هم سخت بود به خاطر اینکه تعداد زیادی متقاضی بودن و اینکه خیلی سریع پر شد کلاس. خوشبختانه حالا ما تونستیم شرکت بکنیم و اینکه خیلی کارگاه خوبی. امروز دومه، ما روز اول خب شروع کردیم بیشتر با دیدگاه آقای کاهانی آشنا شدیم که توقعشون از بازیگر چیه توی کار و اینکه چطور میتونیم اونطوری که ایشون از ما توقع دارن ایفا نقش بکنیم. خیلی پربار بوده برای من خودم. بیشتر هدفم از اینکه اومدم این بود که میخواستم با دیدگاه ایشون بیشتر آشنا بشم، که به نظرم واقعا موفق بوده. انقدر راضی هستم، این ارزشو داشت که از ونکوور بیام و حیف که این کارگاه در واقع دو روز بیشتر نبود، ای کاش بیشتر بود. هدف شما از حضور در چنین کارگاهی در نهایت چی هست؟ من تو ونکوورم مشغول تئاتر هستم و خب ما که خارج از ایران هستیم این موقعیت ها برای ما کمتر پیش میاد و دلیلی هم که من اومدم خب ایشالله که یه روزی به یه جایی برسم تو این زمینه، دنبالش هستم. استقبال از این کارگاه خب خیلی خوب بود، همین تا همین چند ساعت پیش هنوز خیلی کسا زیادی بودن که تماس میگرفتن و میخواستن تو این کارگاه شرکت بکنن. من فکر میکنم تا حتی نزدیک 200 نفرم ما میتونستیم کارگاه داشته باشیم، ولی خب متاسفانه دیگه جا نبود و همینجا ما مجبور شدیم تو این فضای کوچک به حدود 35 نفر اینو برگزار بکنیم که فکر میکنم نسبت به همه کارگاه دیگه که تا حالا برگزار شده در تورنتو بزرگتر و پراستقبال‌تر بوده. هیچ کس نباید لو بده، حتی اگر کسی که میره اونجا رول کسی رو بازی کنه که پیشکی اون با ما که نمیگی، رول کسی رو بازی کنه که خودش عکسارو گرفته، لچ کرده، عکسارو گرفته، خودش هم منتشر کرده، میگه نه ولی لو بده. خب شنیده ها که از این هست، خودتون هم الان اشاره کردید که قرار هست فیلمی ساخته بشه در کانادا فکر میکنم، درسته؟ امکانش هست راجع به این فیلم برام توضیح بدین؟ فیلمیه که چند سال داستانش تو ذهنمه. به من گفتن که امکان ساخت در اینجا وجود داره، امکان ساخت فیلم، اگر دوست داری سناریو داری بده به ما. و خب پخش کننده فرانسوی هم پشت فیلمه، من با اونم مشورت کردم. یه قصه داشتم که مربوط به چند سال پیش میشه
که با یکی از دوستام که الان نمیخوام اسمشو بیارم که هنرپیشه است، خیلی با هم دربارش حرف زدیم. قراره که با اون هنرپیشه و هنرپیشه فرانسوی و احتمالاً هنرپیشه یکی از اینجا پیدا بکنیم، هنرپیشه کانادا، اینا نقش اصلی باشن. میگم همه چیز در مراحل مقدماتیه و امیدوارم کارا درست پیش بره و فیلم ساخته بشه. در مورد داستان نمیتونم فعلا چیزی بگم به دلایل مختلف، اما داستانیه که خودم خیلی بهش علاقه دارم، خیلی شبیه خودمه، خیلی دوست دارم که بسازمش. طنز میتونه جالبی داشته باشه. کارگاه بازیگری بود دو روزه آقای کاهانی در تورنتو، یه تجربه فوق‌العاده بود برای همه بچه‌ها. یعنی چون من تا حال شرکت نکرده بودم، من تو هیچ کدوم از کارگاهی که معمولا تو تورنتو برگزار میشه شرکت نکرده بودم. اسم آقای کاهانی، سبک کارگردانیشون و اینکه کارگردان خیلی متفاوتن تو جریان سینمای ایران، باعث شد که من شرکت بکنم و بسیار بسیار تجربه حیرت انگیزی بود، چون هم بچه‌های فوق‌العاده‌ای باشون آشنا شدم اینجا تو ردای سنی مختلف، از کسی که مثلا 4 ماه اومده تورنتو تا آدمایی که مثلا 30 ساله دارن اینجا زندگی میکنن، و نگاهشون و تغییری که اتفاق افتاد برای همه ماها فوق العاده بود و تجربه فوق العاده ای بود. هدف نهایی شما از شرکت در این کارگاه چیه؟ فقط میخواستین با آقای کاهانی و سبک کارشون آشنا بشید یا دوست دارید که بازیگر بشید؟ خب واقعیتش اینه که بازیگری خیلی برای من مهمه، نه فقط برای من، من فکر می‌کنم بیشتر جوانای ایرانی، اصلا نمیدونم چیه، همه انگار بازیگری چیزیه که انگار تو خون همه ما هست. هممون از وقتی که به نوجوانی میرسیم دیگه دوست داریم بازیگر شیم. من از وقتی که یادم میاد همیشه عاشق این بودم بازیگر بشم، منتها شرایط زندگی و درس و این چیزایی که رفتم دنبالش این شرایط برام ایجاد نشده بود. دقیقا دلیل اولش اینه که میخوام واقعا دوست دارم منو انتخاب کنن، ولی حتی اگه من هم انتخاب نکنن به نظر من انقدر چیزای خوبی از ایشون یاد گرفتم، چون به نظر من ایشون واقعا یکی از تاپترین کارگردانای ایران هستن. به نظر من انقدر مفید بوده که حتی اگه خیلی اعتماد به نفس آدم میبره بالا، همین که مجبور میشی بری جلو دوربین یه چیزایی بگی که تو هیچ وقت تو واقعیت نمیگی، به نظر من انقدر اعتماد به نفس تو زندگیت میبره بالا که حتی اگه انتخابت هم نکنه هیچ وقت و انرژی از دست ندادی. دریافتتون بعد از اولین تجربه چطور هست؟ روند کارگاه رو چطور دیدید؟ خیلی خوب بود. مثلا دیده آدمو عوض میکنه این چیزا، چون که راجع به هنر خوندن، چون یه کارگردان یه بازیگر اینا همه هنرمندن و سن وقتی میبینی از دید آقای کاهانی نگاه کنی چه جوری به دور و بر نگاه میکنن یا چه چیزایی بهمون یاد میدن، باعث میشه که اصلا همین زندگی روزمره رو آدم یه جور دیگه ای نگاه کنه. با اینکه 2 روز بود، کاش که مثلا طولانی تر بود که بیشتر میشد یاد گرفت. اگر که کارگردان دیگه قرار باشه کارگاه برگزار بکنه، دوستان چه کارگردانی در تورنتو حضور داشته باشه؟ خب خیلی کارگردانای مهمی هستن، قطعاً آقای اصغر فرهادی که از اولین ها خواهد بود، ولی به قطع و یقین آقای ناصر تقوایی من فکر میکنم خیلی جاشون خالیه الان، با توجه به اینکه امکان ساخت فیلم هم ندارن در ایران و خیلی ساله که نیستن توی گردونه حداقل به شکل آموزشی. من فکر میکنم خیلی میتونه هم قدردانی خیلی خوبی باشه از ایشون و همین که تجربه بسیار بسیار گرانبهاشون رو میتونن در اختیار ماها بذارن. خب ما همواره از اینکه اینجور نمونه کارگاه ها رو داشته باشیم استقبال میکنیم. دوستان مختلفی تماس گرفتن با ما، از کارگردان های شناخته شده، از بازیگر های شناخته شده اظهار علاقه کردن که این نمونه ورکشاپ ها رو، این نمونه کارگاه ها رو داشته باشیم. ما سعی میکنیم که در حد امکان هر 2-3 ماه یک بار یک نمونه از این کارگاه های خوب رو در تورنتو برگزار بکنیم و همین وعده رو میدم که به زودی کارگاه خیلی خوب دیگری رو برگزار خواهیم کرد. خیلی متشکرم، خسته نباشید از زحماتی که میکشید و خدا قوت. ممنون، متشکرم و ممنون از شبکه شما که همیشه حامی و پشتیبان کارهای ما هست. ممنون. خیلی ممنون. 2-3-4-5 شما این کارا رو بکن که قضیه درست بشه. 1 کی عکس رو گرفت؟ به من چه؟ 2 برو پیداش بکن. کات.